اینه که میبینید اون گوشه پارک شده کنار دنا، سهول X6 در اهواز که آوردنش برای کالیبراسیون. این خودرو قراره جایگزین جک S5 بشه توی کرمان موتور. یه موتور 1.5 لیتری تزریق مستقیم سوخت داره که بیشتر از 160 اسب بخار قدرت داره و 250 نیوتن متر هم گشتاور داره. البته توی ایران به این عددا نمیرسه، برای اینکه این خودرو رو ضعیف‌ترش میکنن تا بتونه با بنزین و شرایط آب و هوای ایران کار کنه. ازشون که پرسیدم گفتم موتورش ریتارد کردن تا توی اهواز به مشکل نخوره و موتورش داغ نکنه. با این حال یکی از ماشین‌هایی رو که اوورده بودن برای تست دچار مشکل کولر شده و خب کولرش از مدار خارج شده بود. به نظرم چینی‌ها دارن تو طراحی خودرو یواش یواش به جاهایی میرسن. طراحی خودرو به نظرم بد نیست، تناسب دارن. طراحی داخلی خودرو رو هم دوست داشتم من. نگاه کنین از اینجا، وقتی به قطعات تزیینات داخلیش دست زدم واقعا احساس کردم که کیفیت مناسبی رو داره. اون بوی بد خودروهای چینی رو هم نمیداد. یه جورایی میشه گفت این خودرو رقیب خودروی ریرا هست در ایران. خودرو اونم یه موتور 1.6 داره که بیشتر از 160 اسب بخار قدرت و بیشتر از 245 نیوتن متر گشتاور داره. حالا باید ببینیم رقابت این دوتا تو بازار خودرو ایران به کجا میرسه. این خودرو رو قراره کرمان موتور جایگزین جک S5 کنه یا S5 کنه. طراحی عقب خودرو رو نگاه کنید، یک چراغ پیوسته داره شبیه اون کاریه که در ریرا انجام شده و در تارا هست. اندازه خودرو هم نگاه کنید، چندان بزرگ نیست نسبت به دوتا خودروی دیگه که کنارش هستند و برای همه شما آشنان، دنا و پژو پارس. میتونید اندازه خودرو رو ببینید. حالا باید منتظر بشیم ببینیم که این خودرو توی بازار ایران چی کار میکنه. طراحیش که به نظرم بدک نیست، باید ببینیم قیمت گذاریش چطوری میشه و آیا با توجه به قیمت گذاریش میتونه موفق باشه یا نه. از اینجا هم داخل خودرو رو ببینید، میگم طراحی داخلی خوبی رو داره. حالا باید صبر کنیم ببینیم این خودرو تو بازار ایران موفق میشه یا نمیشه. به هر حال کرمان موتور حساب ویژه‌ای روی این خودرو باز کرده تا بتونه جایگزین مناسبی باشه برای جک S5.